سلام وطن دارای گل، سلام عزیزای دل، سلام به تمام ملت افغانستان، تمام عزیزایی که از خارج میبینن، داخل میبینن، احترامات بنده را پذیرا باشید عزیزای دل. مثل همیشه امیدوار هستم از تمامی گزندهای روزگار در همان باشد، به خصوص کرونا لعنتی و بیادر عزیزم امیر جدی بگی و نفرک شاکو کن نامش بوده که شوی خدا چی میگه عالمی همی کرونا من رزیر چادری میگیره شوی چی میگه من لبیده بودم که تو رزیر چادری گرفت و مرکز خود تو رو نمیگیره متوجه شدن عزیزای دل. خب بیاییم در گزارشک براتان دارم عزیزای دل. اینجا منطقه ای از بنام کوی کراغ میگن از همون قدیم و ندیم برای ما مردم چادری به نام تپه اسکارت هم مشهور بود. فعلا نگه این تپه اسکارت یا کوی کراغ به خانه و شرک تبدیل شده و این گپ ها عزیزای دل. اگر در قدیم ها چراگاه مردم چاردی زمین میگفتن این ساحره، ولی فعلا به نام شرک آجینبی یا امید سبز تبدیل شده، شما را به معرفی شرک میگیره. و یادتان نره که بسیار برنامه ها داره ما، شما بدن برنامه های کمدی، طنزی، تفریحی هر نوع و هر نوع. انشالله که ما و شما میبینیم حتما. میریم به طرف چکر. بله عزیزای دل، آمدیم به کجا عزیزا؟ شما را یک جای خیلی لکس امروز آوردیم. اینجا را به نام همون که پیشتر قبلا یاد کردم شهرک، فعلا به نام شهرک حاجی نبی یا امید سبز، قبلا به نام تپه اسکارد یا کوه قراق بود عزیزای دل. و حالا آمدیم در سر خود تپه که ببینیم چی گپاس، چی سخناس. سایه چاردی زمین کلان براتون نشان بدم که چاردی زمین کجا هست، در کدام ساحه هست که بنده زمین خاک در دنیا آمده بودم. این خاک پلدا بالاخره دوباره خواهم رفت. آمدیم به شرک یا به خود تپه های کوه قراق. عزیزای دل ساحه خودش براتون مشخص هست دیگه، کلش میبینین این چوردی دارای 38 قریجات میباشه عزیزای دل. بسیار خودش فکر کنین که یک شهر بزرگ، یک شهر کلان مثل اصفهان ایران وارد چوردی بزرگ اینطور یک چوردی است که خیلی 38 قریجات گفتم داره، که اگر زندگی بود به روزهای بعد انشاءالله که قریه به قریه برای شما معرفی خواهم کرد، ما و شما زنده باشیم. آستاسا میریم طرف بالا میبینیم که چی گپاست. تا اون وقت که شما دق نیارین یک لوده را میگه موتر زد دوسته ملاق خورد خیز خاکای خود تکان دریور شد میگه احمق فکر تبیگه اگه تو کدام آدم دی. کوه قراق عزیزای دل قبلا اینجا به نام تپه اسکارت بود که در دورانهای قبلا از اینجا اسکارت ها شارت میشد به طرف مثلا به موسی شکلایی که بودن دشمن میگفتن یا هر چیزی که میگفتن این اینجا اسکارت شارت میشد. شوروی سابق در اینجا زندگی میکرد عزیزای دل. دینمی ساحه که شما میبینین دیگه فعلا دیگه این نام خدا خود دیدین که چه رقم یک شرک جور شده، چه رقم تعمیرهای مفشن زیبا عالی هفتیده داشت که بسیار یک شهرک عالی مثل بالا شهر ایران وارد شده عزیزای دل. اگر فکرتان باشه که وطن ما خیلی وطن عالی است، خو خداوند دعا کنین عزیزای دل. من از این پشت کامره دعا میکنم شما هر جایی که هستید که مرا ببینین از مرکز قلبتان یک دعای محکم کنید عزیزای دل که خداوند این وطن همه تو یک دست یک پارچه گل وارد بسازه. اگر این وطن یک دست یک پارچه و یک ملت شد، باور کنین که نیک ژاپن اون تن میته، نه خارج اون تن میته، هیچ دیگه سوپر استار کشورها خواهد شد. چرا که آب و هوایش فعلا در دنیا بی‌نظیر است، هیچ آب و هوایش در افغانستان در دنیا نیست دیگه. افغانستان کشور بسیار یک عالی کشور است. خب من نمیفهمم که چرا ای عزیزای ما یا ای بزرگای ما نمیخوان که وطن آباد شوه، یک جرامت، یک بیادری، یک متحد نمیشن که وطن ها که ما گل و گلزار شد. من یک جای عزیزای دل سخنرانی داشتم، کمی آمدم در پشت میکروفون استاد شدم، از این وکلای ما و شما رو بود رئیس رؤسا و خیلی مردم های بزرگ وطن نشسته بودن. من گفتم عزیزا میفهمین که وطن چرا جور نمیشه؟
یکی از دوستا اشاره کرد گفت چرا جور نمیشه، من گفتم به دلیل از این جور نمیشه که دشمنای وطن میفهمه که اگه این وطن جور شد در این وطن قد تغرول قد فولاد است که هر کس تا خانهش میدوانه. خب شرط که اینالا میگم که وطن دعا کنیم که یک دفعه یک دست یک پاچایی یک ملت شوه. باسه کنین که کشور چی کشور میشه. میریم طرف بالا استاستا ببینیم که چی گپاست عزیزای دل. خب زیاد سخنرانیم واره نمیکنه که در این کار ما براتان بگیریم که باز خسته کن نشه براتان عزیزای دل. میریم به طرف سر تپه که ببینیم چی دوستا اینجا راستی که براتانی رو بگویم برای روزهای جمعه. اینجا گودی پران بازی تفریح از دوانی بادار. خب یک جای عالی داریم. فقط آرزو داریم که وطن ما را خدا جور کنه. که یکم مندام شدیم عزیزان میبخشین دیگه چطور کنیم حالا دیگه محبت شماست که سرحد ما را در اینجا کشانده. از دوستی و محبت شما عزیزان دل است که خیلی میگفتین چاچا چرا دوباره نمیده برنامه و ایگپا ما را کشاندن بالاخره طرفتان. موفق باشید، پیروز باشید، خیر باشه. بله عزیزا رسیدیم در سر تپه کوی قراغ یا امو گپ قدیم تپه اسکارد. یک چیز جالبم براتون نشان دادم، دیدین که یک نمونه که گفتم اینجا شوروی سابق قرارگاهشان بودی از اینجا اسکارد را فایل میکردن، اون یک نمونهشان تانگه که بردیمشان که سوخته و در گرفته است 40 سال پیش که اونجا مونده و مونده عزیزای دل. و بیایم راجع به این تپه که ان شاء الله برای بدنش اگر عزیزا از همکار عزیز ما خواهش میکنیم که بیایم اونجا را بعضی جایی را که نشانی کردن که برای آینده اینجا بسیار گپای عالی میشه اونجا بر هر جای گلدان و جای تفریحی و چوکی و بگیرنمون سیستم کردن که یه برای یک مدت بعد انشالله که در گناه نشم دیگه جنت روی زمین خواهد شد به امر الله پاک. اگر وطن بازم میگیم که خداوند وطن آرام داشته باشم. میرم عزیزای دل بر روی تپه این کوی قراغ که هست به اون طرفش میدانشار و وردک و ایگپاس و این طرف را که میبینین عزیزای دل پشت سرش تنگی للندر و للندر و دشت للندر ایگپاس عزیزای دل. و میایم هم تپه نادرخان اونجا موقعیت داره، قصر امان الله خان از تپه هتل زلموس اون در موسای عزیزای دل اون ها که بهترین هتل در سطح کابل بوده باز از کانتین هتل هتل زلمو به نام هتل زلمو مشهور است عزیزای دل. خب معرفی عزیز زیاد از باز برای روزای بعد بیخی دانه دانه که قریه به قریه براتون معرفی خواهم کرد. و حالا تصویر از بسته شهر چاردی زمینه ببینین دیگه کابل نمیگیم خود دیگه فعلا اینمی تمام ساحل که میبینین شما عزیزای دل این همه و همه به نام چاردی یاد میشد، چاردی بزرگ یا چاردی دیگه چاردی ما خیلی خوب چاردی است عزیزای دل. خداوند رحم کنه که وطن ما آباد شوه. از ما را خود 34 ولایت بیادر ماست، هیچ پیش ما چاردی و پغمان شمالی و ایگپا نداره، کلگی بیادر است. فقط از خداوند آرزو داریم که یک رحم روشنی خود کنه وطن ما گل گلزار شوه. بعد از او باز لذت میته زندگی و نشستن و خیستن و برخواستن و همه و همه. و دیگه عزیزای دل میرم همیه ببینیم که چند تا دوستام از پایین یا از کجاها آمدن به تفرید ای تپه، ببینیم که چی گفتنی ها دارن، به چی خاطر آمدن که روز روزی خودانا بگذرانن بر تفرید آمدن، چی خبرات چی سخنات. السلام علیکم وطن دارای گلم، خوش آمدین، خوب استین، بخیر استین، ماندنه باشی جان و جوره. کاکا جان خوب استی، بخیر استی، صحت خوبه، لالاگک خوب است، خوب استی، خیرتیز، بخیر استین، جان تان جور است، خوب استین، انشاءالله ماه مبارک بخیر مگذره. تفریح آمدین بر شرک؟ لا تفریح هم نیست، خوبی خیلی دلتنگ شدین در خانه از خاطر این قرنطینه به میگه پا دیگه حتما دلتنگ شدین ها دیگه که همین کل مردم جگر خون خانه بودیم بیخی ایست و کار دیگه والا. خب آفرین، خیلی خوب، خیلی خوب. کتی کرونا را چی گپاست، چی سخن است از کرونا، چی حال احوال؟ تلویزیون هم اینجا میگه نمی چیز هست دیگه، چیز دیگه معلوم نمیشه. خب یعنی دیگه یک مرض هست که باید اینو جدی بگیریم انشاءالله. نه نه انشاءالله که توکل به خدا، خداوند دیگه نبیاره دیگه خلاف ما و شما. خداوند کرونا رو در افغانستان شکست بده. الهی آمین. انشاءالله شکست هم میده. انشاءالله میخوره انشاءالله. کاد کرونا کلون کلون شکست خورده یک کرونا خیلی. خب لالا جان خودت در اوجه به کرونا به خاطر وطن چی گفتنی داری؟ سلام علیکم، چمن علی رنجبر هستم، یکی از باشندگان دشت برچی شهر کابل. راجع به کرونا، والا کرونا خو یک مرض کشنده است که تا هنوز تداوی و در
مثلا از قبیله تشخیص نشده دوایی تشخیص چیزایش هنوز معلوم نیست، تمام جهان زمینگیر کرده. بله. ولی یک ذره مثلا اگر آدم متوجه خود باشه و متوجه فامیل خود باشه، جامعه باشه، بهتر است. آ تشکر، زنده و سلامت باشی. کرونا رو باید جدی بگیریم. بله بله 100% جدی بگیریم. کرونا در افغانستان ان شاء الله شکست خوردنی است. ان شاء الله موفق باشی. خودت چی گفتنی داری لالا جان؟ من چیزی که او گفت دیگه ما قد داره. ما هم دیگه کوشش میکنیم کم شکست بخوره که تا ما هم کم ذره فضای راحت باشه. خیلی خوب. این سوار چی میگین؟ سوار خوب سوار، خراب سوار؟ بعد از چی نظر دارید به این ساعت؟ حالا از نگاه مثلا اگر نگاه تفریح بابش بگوی یا بابایش بگوی خوب است. منطقه مسکونی است دیگه، قبلا اگر چی بوده حالا فعلا خوب مسکونی هستن. شهرک به نام شهرک سبز است. بله. همینجا مردم ان شاء الله که جبل افغانستان سبز باشه. ان شاء الله به امید خدا مهربانه. خب ننگک ها خوب هستین؟ بخیر هستین؟ کجا رفتین بیا؟ ها؟ شما هم تفریح اومدین؟ ها؟ از کرونا گرفتین؟ خب یک فکایی براتون بگویم بشنوین. خب یک معلم شاگرد خستان گفت بخی یک پرنده را نامش بگی که سر نامش خیبی آیا. یک بوده شاگرد سر خود خارید دور از روش ما گفت استاد خر. گفت ولی در خر را میپره. گفت استاد خر از دیدی که یک دفعه پرید. خب چیز گفتنی نداری نه نگکا؟ بله. خوش آرام باشین انشاءالله که از تمام گزندهای روزگار در امان باشین، به خصوص کرونای لعنتی. خب عزیزای دل دیگه گفتی اگان تا روزه به دهن ما دیگه از این بواد دیگه بالا نمیریم، استاستا میریم پس به طرف پایین. بیاین میده میده که بریم بخیر. خب وطنهای گل، عزیزای دل، آهسته آهسته رسیده به آخر برنامه. ما خواستم که امروز کابل به معرفی بگیریم یا سایه چاردی زمینه یا سایه تپه اسکارد یا کوه قراغ. عزیزای دل یکو یک گوشه از کابل است. راجع به یوم که هرچی براتون بگویم من روزم کم است، چون بسیار یک جای تاریخی، بسیار یک جای دیدنی است. انشاءالله که باز اگر زندگی بود خواهد آمدین بر بدنا دیدین گفتین اوکی خواهد کردین. خب میایم به این که انشاءالله ما زنده باشیم. امید تمام ولسوالی های شهر کابل قریه به قریه براتون معرفی خواهم گرفت و آهسته آهسته همین 34 ولایت افغانستان رو برای شما جاهای تاریخی و جاهای اساسش با مردم با فرهنگش انشاءالله که ما شما معرفت پیدا میکنیم. عزیزای دل و یک چیز براتون بگویم، سابسکرایب زنگولگک یادتان نره که گپ در خط اول ضروری است. خب شما را از اینکه دلم نمیشه با شما خداحافظی کنم، خب مجبور هستیم نگه که خداحافظی کنیم چون وقت برنامه به اتمام است. تا برنامه بعد شما را به الله پاک و منان بسپارم. امیدوار هستم از تمام بلاهای زمین و آسمانی در امان باشید. علام مرشه خدای پاپان تل دیوی افغانستان، جوانده دیوی افغانستان.